برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. سازمان ملل هشدار داده که استخراج منابع جهانی ممکن است تا سال 2060 میلادی 60% افزایش یابد و اهداف آب و هوایی و رونق اقتصادی را به خطر بیاندازد. سازمان ملل خواستار تغییرات چشمگیر در حوزه‌های انرژی، غذا، حمل و نقل و مسکن به منظور حفاظت از ذخایر جهانی شده است. بر اساس چشم‌انداز منابع جهانی در سال 2024، گسترش عظیم زیرساخت‌ها، تقاضای انرژی به ویژه در کشورهای ثروتمند باعث 3 برابر شدن استفاده از مواد زیرزمینی در جهان شده است. بر اساس این گزارش، مردم در کشورهای ثروتمند 10 برابر مردم در کشورهای فقیر برای استفاده از منابع و ذخایر جهانی ولع دارند. بر اساس مطالعه‌ای که با سازمان جهانی بهداشت انجام شده، اپیدمی چاقی به ویژه کشورهای فقیرتر را تحت تأثیر قرار داده و این میزان در میان کودکان و نوجوانان سریع‌تر از بزرگسالان در حال رشد است. این مطالعه که پیش از این روز جهانی چاقی در 4 مارس منتشر شد، تخمین زده که در سال 1990 حدود 226 میلیون بزرگسال، نوجوان و کودک چاق در جهان وجود داشته، اما این رقم در سال 2022 به 1 میلیارد و 36 میلیون افزایش یافته است. سازمان جهانی بهداشت در گزارش خود گفته انتظار می‌رفت شمار مبتلایان به چاقی تا سال 2030 به 1 میلیارد نفر برسد، اما این اتفاق زودتر افتاده است. منابع خبری اعلام کردند 25 هزار نفر در ایران در لیست انتظار پیوند عضو قرار دارند. گفته می شود از این تعداد روزانه 7 تا 10 نفر به دلیل نرسیدن عضو مناسب پیوندی جان خود را از دست می دهند، یعنی در هر 2 ساعت تقریبا 1 نفر. سازمان فریدم هاوس، خانه آزادی مستقر در آمریکا، اعلام کرده بررسی‌هایش در مورد سال گذشته نشان می‌دهند آزادی‌ها در جهان برای 18 سال پیاپی کاهش یافته است. این کاهش در شرایطی است که در سال 2024 در بسیاری از کشورهای جهان انتخابات برگزار می‌شود. این نهاد تحقیقاتی در گزارش تازه‌ای نوشته است که در سال 2023 حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در 52 کشور کاهش یافته و تنها در 21 کشور بهبود یافته است. این سازمان پیش از این بارها نسبت به کاهش آزادی‌های مدنی در جهان هشدار داده است. پژوهشی جدید نشان می‌دهد افزایش درجه گرمای هوا و قرار گرفتن در دمای 33 درجه سانتیگراد حتی به مدت 1 ساعت خطر بروز سکته مغزی حاد ایسکمی را 2 برابر می‌کند. این نوع سکته با مسدود شدن خونرسانی به بخشی از مغز رخ می‌دهد. 70% سکته هایی که در سراسر جهان گزارش می شود سکته حاد ایسکمی است که ممکن است به ناتوانی جسمی یا مرگ منجر شود. ارتباط مستقیم بین دمای افزایش یابنده و سکته حاد ایسکمی یافته پژوهشگران دانشگاه فودان چین است. این تحقیق روز پنجشنبه در نشریه علمی جاما نتورک منتشر شد. پرشانت پی، سفیر هند در عراق، از زیارت حرم حضرت امام حسین و حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیهما در شهر مقدس کربلا ابراز خرسندی کرد و آن را موجب افتخار برای خود دانست. به گفته سفارت هند در بغداد، این دیدار در سطوح دیپلماتیک، مذهبی و اقتصادی قابل توجه و پربار بود. سفیر هند در عراق در سفر خود به شهر مقدس کربلا با ان سیف الخطابی، استاندار کربلا، دیدار و در خصوص تسهیل ورود شهروندان هندی برای زیارت عتبات عالیات گفتگو کرد. وی همچنین با حضور در عتبات عالیات بر تمایل بسیاری از هموطنان خود برای زیارت کربلا و زیارت عتبات عالیات تأکید کرد.